نام خداوند بخشنده مهربان، خانواده های عزیز کنکوری سلام، وقتتون بخیر باشه. سلمانی هستم در خدمتتون. میخوام یه سری چیزهایی رو که برای روزهای پایانی کنکور والدین کنکوری باید راجبش بیشتر بدونن با شما صحبت کنم، به عبارتی با شما به اشتراک بذارم. منم سال گذشته دخترم کنکور داده، در این 20 خورده ای سال که کار میکنم همیشه با شاگردام همراه بودم، با دوستان زیادی همراهی کردم، ولی سال گذشته به عنوان مادر یک کنکوری در این ماراتون عظیم همراه دخترم بودم و عقلی یه سری تجربه های جدید سال گذشته به من اضافه شد. چند تا نکته رو باید حواستمون باشه. من سریعتر میگم برای اینکه فرصت شما به نظر من بسیار مغتنمه و نمیخوام شما رو خسته بکنم. اولین نکته ای که حواستمون باید به عنوان والدین کنکوری ها بهش توجه بکنیم و حواستمون بهش باشه اینه که منزل جای آرامش بچه باشه، به خصوص تو این شرایط کرونا که همه تو منزل هستیم، بیشتر کنارشون هستیم. سعی کنیم یه مقداری سر و صداها کمتر باشه، حالا تلویزیون کمتر، یه جوری باشه که به این بچه‌ای که کنکور داره فشاری از جانب ما به این صورت وارد نشه. خواهر برادر کوچیک‌تر بزرگتر که داره، ما خودمون همه با هم یه جوری فضا رو براش آماده بکنیم که احساس بکنه که ما داریم کمکش میکنیم. نکته دیگه که باز به نظر من خیلی خیلی مهمه اینه که مامانای عزیز در تهیه صبحانه، نهار، شام، نمیگم گوش به فرمان بچه ها باشید، اصلا حرف رو نمیزنم، نیازی نیست گوش به فرمان باشید، اما یه محبتی بفرمایید. غذاهایی رو که بیشتر مورد نیازه در این مدت، غذاهایی که انرژی لازم رو تامین میکنه، تنقلات، اینها رو سعی کنید فراهم بکنید و در دسترس بچه ها قرار بدید. نکته دیگه که باز خیلی خیلی مهمه، همراهی کردن و همدلی کردن شما عزیزان با بچه های کنکوریه. من نمیگم اصلا حرف از کنکور نزنید. ببینید، نمیشه حرف از کنکور اصلا نزد، ولی میشه کمش کرد، مگر اینکه خودشون بخوان پا پیش بذارن و راجع به کنکور صحبت بکنن. ببینید، اینکه ما به بچه بگیم که فکر میکنی چه اتفاقی میفته، فکر میکنی مثلا ادبیاتو چند درصد میزنی، فکر میکنی چه اتفاقی میفته، ببینید این فکر میکنی ها بار اضافه روی دوش دانش آموز. اون احساس میکنه که شما تمام فکر و ذکرتون به درصدیه که قرار اتفاق بیفته. درسته برامون خیلی مهمه، ولی مهمترین پارامتر اولا سلامت بچه هاست. همه ما در این مسیر با هم کاملا هم عقیده ایم که سلامت روحشون، جسمشون، روانشون برای ما اولویته. ثانیا تمام تلاشی که انجام دادن رو بتونن مدیریت بکنن و در جلسه کنکور زحماتشون رو خوب به نتیجه بنشونن. شما خیلی راجع به کنکور نیازی نیست به نظر من باهاشون بحث بکنین یا صحبت بکنین، مگر اینکه خودشون بخوان صحبت بکنن. در اون صورت هم به زعم من بیشتر شنونده باشید تا نظر دهنده. از مقایسه کردن بچه‌ها با دوستاشون بعد از اینکه حالا کنکور میزنن یا آزمون جامعه میدن، زنگ بزن از دوستت بپرس اون چند درصد زد، تو رو خدا این کارو نکنید، تو رو خدا این کارو نکنید. با روان بچه بازی میشه. یعنی خیلی وقتا شاید به شما چیزی نگن، ولی ساعتها درگیر این که شما فلان جمله رو گفتید خواهند شد. دست خودشون هم خیلی نیست. شاید ما فکر کنیم نازک نارنجی شدن، یا بعضی از خانواده‌ها میگن بچه ما الان سوسور شده. من میگم نه، نازک نارنجی نشده. این حساسیت‌ها طبیعیه در روزهای پایانی کنکور. به هر حال آزردگی براشون ایجاد نکنیم. کنارشون باشیم، کنارشون با محبت، با دلسوزی باشیم، ولی نه زیاد از حد. من بعضی از بچه‌ها به من گله میکنن که مامان باباهامون از همین الان مرخصی‌هاشون رو دارن ردیف میکنن که 7-8 روز آخر کنار ما باشن کامل. تو رو خدا بهشون بگین که نباشن، مثل قبل باشن، مثل همه اون روزایی که میرفتن سر کار میومدن و هیچ اتفاق عجیب و غریبی قرار نیست اتفاق بیفته. راست میگن. این استراب ما و استرس ما خواسته یا ناخواسته به بچه ها منتقل میشه. این که من همه کار و زندگیمو ول کنم و فقط بشینم به تماشای ثانیه هایی که قراره بگذره و بچه به کنکور برسه، به این فکر کنم، حتما استکاک پیش میاره، حتما حساسیت های بیشتری پیش میاره و به صلاح خودمون و بچه هامون نیست که این کارو بکنیم. صحبت از این که بریم پیش کی برای انتخاب رشته از الان، اینا رو اصلا الان وقتش نیست، اصلا وقتش نیست. خواهش میکنم این بحثا رو نداشته باشید.
تجمعات آنچنانی، نه البته با توجه به شرایط کرونا تجمعات آنچنانی هم نیست، ولی خب بعضی وقتا ما با بچه‌ها توصیه می‌کنیم که بریم بیرون یه دوری بزنید، یا مثلا خونه ما در بازار یکی بعد زنگ می‌زنن، خاله میاد، عمه میاد، دایی میاد، نمی‌خوایم تو تجمعات اینجوری بچه باشه. در خلوت‌ترین حالت ممکن تفریحات چند ساعته، 2 ساعت 3 ساعت بسته به ضرورت برای بچه داشته باشید. غذای خوب بهش بدید، کنارش باشید، بهش آرامش بدید. لطفاً پدر و مادرها با هم بحث رشته رو نداشته باشید. اگر هم قرار جایی صحبت بکنه لطفاً بچه حضور نداشته باشه، شلوغ نکنه و نگران نباشید. تو این مسیر همه ما با همیم. بچه هامون تلاششون رو انجام دادن، زحمتشون رو کشیدن. یادمون باشه که 90% نوشتن این تقدیر با بچه هاست، 10% اون نوشتن با خداوند متعاله و انشاءالله که به حکیمانه ترین مدل ممکن هر آنچه که از خدا توقع داریم با شادمانی شما و بچه ها به هم گره بخوره و اتفاقات خوشی توی زندگی بچه هامون رقم بخوره. سلامت همه شما عزیزان را از خدا خواستارم و باز هم تأکید میکنم آرامش بچه ها باشید و مثل همیشه کنارشون باشید و فقط پدر و مادرشون باشید، نه هیچ چیز دیگر. سالم باشید، در پناه هم.